مایکل فلپس رکورد بیشترین مدال‌ها رو تو المپیک داره. 28 تا مدال طلا، 193 متر قدر، 88 کیلوگرم عضله. فاصله دو تا دستاش حتی از 2 متر هم شاید بیشتر باشه. یه ژنتیک فوق‌العاده که باعث میشه که یکی از سریع‌ترین آدما توی آب باشه. شما شاید فکر کنید یکی مثل مایکل فلپس رژیم غذایش خیلی فوق‌العاده است، ولی اشتباه می‌کنید. امروز می‌خوایم یه روز کامل مثل مایکل فلپس زندگی کنیم. برو بریم. گوجه، نون سفید، کی فکرشو میکرد؟ یه قهرمان المپیک اینجوری غذا بخوره. One should be enough, right? سلایس هم، رنگ تخم مرغ یکم عجیب نیست؟ خیلی نورمال؟ تخم مرغ، سفیده تخم مرغ، سفیده تخم مرغ عالیه بچه ها، حتما مصرف کنید. بچه ها، ببینید چه شیری پیدا کردیم، هر کاپش 18 گرم پروتئینه. بچه می نویسید هندی ها به پنیر میگن پنیر، فرانسوی ها به سشوار میگن سشوار، کلی کلمه های اینجوری با حال هستش که همه اینجوری میگن. Let's go. مایکل فلپس نزدیک 6 تا روزی انرژی درینک میخوره. یه سری برداریم ببینیم تماشون چجوریه. مانستر، رین با طعم گامی بره، ردبول 3، راکستار 4، استارباکس هم انرژی درینک حساب میشه دیگه، انرژی پلاس کافی. اوکی دان. من داشتم فردا مثل مایکل فلپس زندگی میکردم، ولی این کسی که پشت من بود داشت غذاشو میذاشون رو، اونم این من همه چی رو انتخاب کرده بود. یعنی مردم بعضی واقعا فکر کنم طول روز اینجوری غذا میخورن. Let's go. It's nice and bright. بارون اومد ماشین رو شست. آهان، و یه چیز دیگه میخواستم بگم. این مایکل فلپس با اینکه این همه آشغال غذا میخوره خیلی گرون شد. ما نزدیک 200 دلار پول این غذا رو دادیم. فکر کن این یارو چند سال هر روز 200 دلار خرج غذاش میکنه. حالا من میخوام ببینم فردا من رو اطرافیانم چه تأثیری دارم. من که اینجوری دارم اینقدر آشغال غذا میخورم، فیلمبردارم هم همینجوری با من غذا رو میاد، ساندرین دوست دخترم هم این غذا رو میخوره، یا اینا رعایت میکنن درست غذا میخورن؟ کفش فوتبالم از اون روزی که رونالدو رفتم این پشت مونده. یه چالنج فوتبال دیگه باید بریم. تمام. آماده ایم که یه روز کامل مثل مایکل فلپس غذا بخوریم. Let's go. بچه‌ها صبح بخیر. ساعت 6 صبح ما داریم میریم تمرین اول شنامونو بکنیم. امروز می‌خوایم 10000 کالری غذا بخوریم، ببینیم چند هزار کالری میتونیم بسوزونیم. برو بریم. دوربینمون هم باید الان قایم کنیم، یواشکی در بیاریم، به خاطر اینکه اونجایی که ما میریم شنا کنیم انقدر همه گیرن که نگو. ولی با این حال من درونم هم آوردم، می‌خوایم اون ثانیه آخر یه درونم اون وسط بلند کنیم. برو بریم. از اینجا باشگاه منو میتونید ببینید. ساندرین داره تمرین میکنه. نایس. بچه ها، استخر خالیه، هیچکی نیست. به به. تمرین اول تموم شد، بریم یکی از خفن ترین سونایی که تو عمرم خوردم و بخوریم. علی، برای تو سوپ درست کردم دیشب. سوپ کدو با هویج.
برات سوپ گرم می‌کنیم اینجوری تاثیر بد روت نذارم مثل این هی. چون همینجوری اگه بخوایم بریم که تو وقت نمیشه با عشق برات سوپ درست کنم. ناهارم تو گوشت چرخ کرده داری. بچه ها صبونه حاضره، 3 تا ساندویچ تخم مرغ با پنیر، کاهو، سس مایونز، 3 تا فرنش توست داریم، 3 تا پنکیک چاکلت چیپ داریم، اوتمیل داریم، املت 5 تا تخم مرغ داریم، فکر کنم 5 تا توش گذاشتم. روی اینا عسل می‌ریزیم و میپل سیروپ. قهوه اولم هم اینجاست. الان که دارم اینو نگاه میکنم میبینم که از رونالدو و از راک صبونه رو بیشتر دوست دارم با اینکه سالم نیستش. بریم برای بعدی اول. به همون میزانی که طول کشید که ما این غذا رو درست کنیم طول داره میکشه که من این غذا رو تموم کنم. حالا تو وبسایت خود المپیک گفته بود که مایکل فلپس بعد اینکه این غذا رو میخوره تو راه استخ که داره میره اگه باز گشنش باشه یه چیز سر راه میگیره میخوره. خب وعده اول تمومه. حد می‌زنم که میزان کالری تو این غذا از 2000 تا بیشتر بود. بریم وزنه بزنیم. برو بریم. بچه ها ما داریم این ورکاوت دوم. مربی ورکاوت من سانرین is gonna be my coach و اینکه یکم تمرین سخت‌تر این مایکل فلپس می‌خوایم بریم. ما قرار بود که بریم وزنه بزنیم اول ولی مایکل فلپس تمرین شنا رو که می‌کنه مستقیم میره وزنه می‌زنه پشتش. واسه همین ما گفتیم چون داریم این مایکل فلپس زندگی می‌کنیم این اونم تمرین کنیم. تمرین شنا بعد مستقیم میریم وزنه میزنیم. بچه‌ها ساندرین میخواد بهتون توضیح بده که ورک اوت امروز که مایکل فلپس انجام میده تو تمریناش چیه. مایکل فلپس هفته ای 80000 کیلومتر اگه اشتباه نکنم 80000 متر چیز میکنه. شنا تمرین میکنه. ساندرین گو اهد تل دم وات دی ورک اوت از. So we're going to be starting with some drills. He does a lot of butterfly. So we're going to be practicing butterfly quite a bit. I don't know what else to say. It's lots of drills and lengths. It's a long workout. Well, we'll see. I don't even know how to do the butterfly. So maybe we can start from Yeah, there. We'll break it down. All right, done. Let's go. Verim. Bora verim. Okay. You're just going to start by warming up to do just a few lengths. Yeah. So you're going to start with just free, okay? Yeah. Kafsh napushit. Dive ham. Okay, this is not a good start. Your legs are so heavy, your body is here, and your legs are completely under you. So try to kick them so they stay in line with your body because right now you're very inefficient. I'm already warmed up from all the training in the morning. Just do one more length. Two lengths in and he's already so out of breath. Next we have butterfly swimming drills. So we're gonna do just the leg portion first, okay? So I'm gonna give you this guy. And when you swim in butterfly, your legs do like a wave, okay? Wow. You look like you're drowning. Are you okay? Think it starts from your upper body, like a wave. Instead of kicking your legs like that.
Okay, so to go back, just do free legs. This will teach your legs to stay right at the edge where the water ends. Because when you were swimming earlier, your legs were staying really low, but we want to keep them high. Well done. Well done. So now we're going to do the upper body portion of the butterfly. So this is going to go between your legs. Your legs are not doing anything. They're just hanging. And then your arms, your head goes in first, goes into the water first. So head in, and then the arms follow. And it's just like I was telling you earlier, kind of like a wave. It's actually not bad. It's better than I expected. He has the strength and the stamina. We just need to work on technique. It was actually not bad in the beginning. And then it just progressively got worse. No, it just keeps getting worse. We need to stop. We need to stop him. How are you feeling? Great. Out of breath. So now let's do arms and legs at the same time. Wow, the arms just stay underwater. Head first, put your head in first. Guys, I'm not a swim coach. I'm just doing my best here. This is embarrassing. I think that's enough butterfly for today. Okay. نفس برام نمونده. سخته خیلی. پروانه زدن چقدر سخته. تو ویدیو هم نگاه میکنه به نظر آسان تر میاد ولی همه چی با هم میکس اپ میشه. What's next? Do you want to learn how to turn around quickly? Yeah. Okay, I'll teach you. So go here and you're going to swim the same way you were swimming. Okay? When you get there, your head goes in. You do kind of like a front flip, then you push yourself against the wall and swim back. And when you want to start your start a new length, you have to reach your arms. If your arms are bent like that, you're putting the brakes on. Let's try it. Let's see it. Okay, that was not bad. We have our first success today. Not bad, but you only used one foot here. Use both feet, you'll have a lot more power. Much better. So, you're gonna go underwater, push yourself against the wall. Your arms are up, reaching, hands together, and then you just go into your butterfly. Yeah, and try to stay, go as far as you can. Oh no, he's completely at the bottom of the pool. I think he's touching the ground. He might have misunderstood. He's pulling himself against the floor. What was that? No, underwater does not mean at the bottom of the pool. Much better. I think that's enough for today. Yeah. تمرین دوم شنا تمامه. بریم وزنه بزنیم. مردیم. Let's go. So Sami, what did you think of Aura's performance? How can I say this? A great effort. Has a lot of potential. And that's it. Yeah. بچه یه دلیلی که من شنام انقدر بده اینه که جوری که من شنا یاد گرفتم این بود که من که بچه بودم منو پرت میکردن تو 4 متری و من فقط برای زندگی زنده موندن شنا یاد گرفتم واسه همین اصلا پش میکنم یا سرم زیر آب میره قشنگ بدنم میره تو اون حالت مرگ و زندگی پنیک میکنم میترسم واسه همین یه ذره سخته ولی با تمرین خوب میشه اوکیه
بچه‌ها تمرین شنا تموم شد. ما اومدیم باشگاه که یکم وزنه بزنیم. قبل اینکه تمرین کنیم، می‌خوایم چند تا انرژی درینک رو با هم دیگه امتحان کنیم ببینیم که کدومشون از همه بهتره. مایکل فلپس روزی 4 تا انرژی درینک می‌خوره، 2 تا قهوه می‌خوره. ما 6 تا انرژی درینک گرفتیم. اینا رو امتحان کنیم، یکم انرژی بگیریم که بتونیم بهتر وزنه بزنیم. برو بریم. آخرین باری که انرژی درینک خوردم راستش یادم نیست، نمیدونم چه انتظاری داشته باشم. اگم انرژی درینک بگیرم، اینجا معمولا چایی ها رو برمیدارن یکم کافئینش رو زیاد میکنن. بدون شکر نوشیدنی چاییه. بو خوبه، خوشمزه است، طعم هلو میده. سنگینم واقعا. میتونم ببینم که مردم چجوری به اینا معتاد میشن. بوش باله. خب این گامی بره قشنگ بوی پاستیل خرسی میده. همین که کالری صفره خودش خب خیلی خوبه. بوش خوب. این خیلی خوشمزه است. از بین مانستر و رین انرژی برنده رین انرژی. رد بول. خیلی خوشمزه نیست بچه ها، ارزش نره این همه شکر را که تو برنامه بریزیم. نخرید اینا، طعم آدامس هندونه میده، اونقدر طعم هندونه نمیده. و اینا آخرشون همشون یه طعم خاص افتر تیست خیلی ویردی داره، ولی کلا من اینجوری یه ذره لب زدن خوردن رو دوست دارم. خب بریم برای راکستار. تو این یه نوع چای چینی هم داره که اسمش هست جینسنگ. علاوه بر چیزایی که توش کافئین زیاد میکنه، جینسنگ فکر کنم یه چاییه که توش کافئین زیاد داره. بو کاملا شربت سرفه است، فاجعه است، افتضاحه. از بین این دوتا فاجعه، این که اصلا فاجعه بود. یعنی من هر چی به من بدی با این مقایسه کنم یه چیز دیگر رو انتخاب میکنم. برنده رد بول. من نمیدونم چرا همه فاز استارباکس دارن. به نظر من زیاد کافیش باحال نیست. قهوه‌ای که آدم خودش تو خونه میتونه درست کنه خیلی همیشه طعمش بهتر از این استارباکس ایناست. یا مثلا کافی شاپ هایی که مثلا فامیلی اونده، یعنی خانواده با هم درست میکنن، کوچیک‌تره، وایبش خیلی باحال‌تر. اوکی بریم واسه استارباکس. بوی قهوه سنگین، بوی شکلات هم میده یه ذره. آخه بعد این همه چیز شیمیایی وارد بدن کردن، حتی این هم فکر نکنم اونقدر چیز خوبی باشه، ولی طعم قهوه خیلی شیرینه. ولی این خیلی باحال بود. نفس. بو قشنگ بوی مای ظرفشوییه. وای فاجعه است. مای ظرفشویی لیمویی رو دیدین؟ بوش بهتون میخوره. یا اصلا وقتی ظرف رو میشورید هنوز خوب نشستید توش آب میخورید از یخی های بین این ستا ببینیم کدوم از همه خوشمزه تره. یک میریم به رد بول. طعم شیمیایی خیلی میده. طعم ننویسید روش هندونه. به نظر من اگه روش هندونه نمینوشتن من میخوردم خوشمزه بود، ولی چون انتظار میبره بالا میخوریم یه این چه چرت و پرتیه دارم میخورم. رد بول سوم. خوشمزه است. اول از همه این کالریش خیلی زیاده. خب یعنی ترجیح میدم که اگه بخوام اینو بخورم برم دو تا شات اسپرسو بگیرم، 200 کالری برای خودم ذخیره کنم، سیف کنم، علیکی حروم نکنم، این همه شکر به بدنم نرید. خب بعد یه شکلاتی بهش اضافه کردن که اصلا خوشمزه نیست. دو. سه. نوشیدنی انرژیزا هست و در نهایت نیست، چون میگه قهوه است، بعد میگه نوشیدنی انرژیزا، تکلیفش با خودش مشخص نیست، واسه همین اینو میکنیم دوم. برنده این نوشیدنی انرژیزا رین انرژی. وو! به نظر من هرگز پولتون رو برای مزخرفا هدر نکنید. روتین تمرین توی باشگاه مایکل فلپس خیلی کلیه، ولی خب انجامش میدیم.
حرکت اول standing dumbbell press یا همون پرس سرشونه میشه. 10 تا 16 تا رپ اینو 3 راوند انجام میده. بینشون 30 تا 45 ثانیه استراحت میکنه. dumbbell front raise که ما اینو میخوایم با بار بریم، 3 ست انجام میده. 10 تا 16 رپ این کارو تکرار میکنه. 30 تا 45 ثانیه. dumbbell lateral raise اینم 3 ست میره. 10 تا 16 تا بینشون 30 ثانیه استراحت میکنه. و بعد اون میره حرکت های pull up، بار فیکس میره، لات پول داون میره و پوش اپ. خیلی ساده. بریم ورزش کنیم. Let's go. حرکت اول پرس سرشونه. حرکت بعدی فرانت ریس. کار میکنیم. یه روز دیگه. حرکت بعدی lateral raises یا نشر جانب. حرکت بعدی bar fix فرشتر از همه راوندهای دیگه. Let's go. تمرین وزن زدنمون تمومه. من یه کلاس باید تو باشگاه درس بدم کلاس درس بدم، بریم نهار بخوریم. برو بریم بچه. کتابی هم که این هفته دارم میخونم اسمش هست Finding Ultra و اینکه نویسندش ریش روله. ریش رول یه ورزشکار ورزش اولترا، یعنی دعای خیلی طولانی یا آیرون من، ورزش خیلی اینجوری سخت انجام میده که نمیدونستم، ولی معتاد بود قبلا. وقتی که دانشگاه بود یکی بهش یه لیوان آبجو میده و از اونجا انقدر خوشش میاد از این که الکلیک میشه و شروع میکنه مواد و اینا مصرف میکنه، تا اینکه یه روز تصمیم میگیره زندگیشو عوض کنه، همه چیو ترک میکنه و شروع میکنه به یه ورزشکار خوب شدن. یه پادکست خیلی باحالم داره که من بعضی وقتا بهش گوش میکنم و اینکه ویگن گیاهخواره. خیلی باحاله، کتابش خیلی باحاله. بعدی یه ظرف کامل اسپاگتی با سس مارینارا و 2 تا ساندویچ بزرگ هم و چیز. بریم برای وعده دوم. انقدر انرژی درینک خوردم که واقعا اینجا نیستم الان، یعنی من شاید تو عمرم انقدر انرژی درینک نخورده باشم، با اینکه واقعا همه اونام تموم نکردم. ولی من فکر کنم که علاوه بر تمرینای مایکل فیلپس برم بدوم، چون واقعا شب خوابم نمیبره با این وضعیت. ویدیو بعدی کیو بریم؟ هادی چوپان و سیبامو بریم، لبرون جیمز بریم، اندرو تیتو بریم، بروس لیو بریم، مایک تایسن. وای مایک تایسن بول میشه. ولی واسه مایک تایسن باید یکی پیدا کنم فایتش کنم، یعنی بریم تو رینگ برام دیگه مش بزنیم. پاستا تموم. این ساندویچ گذاشتم آخر بخورم چون میخواستم طعم این بمونه. تموم، بریم بدویم. Let's go. یه مصاحبه داشتم گوش میکردم از مایکل فیلپس، ازش پرسیدن که تو سال تو چند بار تمرین میکنی؟ گفت من هر 365 روز سالو تمرین میکنم.
و بهش گفتن تو مگه میشه هر 365 روز پر انرژی بری تمرین کنی 100 درصد تو بدی؟ گفت نه، خیلی روزا اتفاقا من اصلا هیچ انرژی تو نبود و تمرینم 20 درصد فقط مفید بود، ولی گفت 20 درصد تمرین کردن و فقط شعاب کردن و رفتن سر جلسه تمرین 20 درصد باز بیشتر از نرفتنه و انجام ندادن اون کاره. من همیشه وقتایی که حس و حال تمرین کردن ندارم یا وقتی که کلاینت ها میان میگن هی من امروز نمیخوام تمرین کنم، بهشون میگم فقط یه ست بریم، فقط بیا یه ست میریم بعد تمومه، یا فقط میگم من اوکی فقط امروز یه ست قسمت اولمو تمرین رو میرم بعد تمومه، و همیشه بعد انجام دادن اون ست کلی انرژیم بیشتره، ذهنم قشنگ تو مسیر درسته و همیشه تمرینمو انجام میدم. وقتی حتی میخوام کتاب بخونم میگم فقط یه صفحه میخونم، بعد کلی صفحه میخونم، یه روز فقط صبح زود بیدار میشم، یا فقط یه لحظه بیدار شم مثلا. همینجوری همه این کارهایی که انجام میدی باعث میشه که تو زندگیت خیلی جلوتر بشی و خیلی کارهای بیشتری انجام بدی. بریم بدویم. خوبه. واو، وسط جنگلیم، اصلا نمیدونیم کجاییم. فوق‌العاده، چقدر رویایی همه چی. کاتسو از دست ما فرار کرد، ما یه رو به دنبال این سگیم، پیدا میکنیم. کاتسو، کاتسو میدونه کار اشتباه کرده. بچه ما یک ساعتی که بیشتر یه ساعت که دویدیم، همون رایی که اومدیم رو داریم برمیگردیم. نزدیک 10 کیلومتر دویدیم 1 ساعت و 8 دقیقه. عالی، بریم برای وعده آخر. بچه ها واسه وعده آخر پیتزا داریم با پاستا. پیتزا رو دارم یه پیتزای هاواین سفارش میدم، پاستا هم درست میکنیم، پاستا هم میخوریم. سایز رو میخواییم لارج انتخاب کنیم، دیپ اضافه کنیم. I wanna try دیپ سزار، دیپ گارلیک، کاستومایز میت، استیک، add to order, check out, done. وعده آخر یه پیتزای لارج، بازم پاستا. تو کامنتو بهم بگید آناناس دوست دارید تو پیتزا یا نه؟ من خیلی دوست دارم. ساندرین دوست دخترم لب بزنه بالا آورده، اینقدر بعدش میاد. اینم سوپر ست میریم، سوپر ست پیتزا و پاستا. میدونید چرا اینقدر غذا میخوره مایکل فلپس؟ به خاطر اینکه تو هر یک ساعتی که تمرین میکنه نزدیک 1000 کالری میسوزونه و هر روز 6 ساعت تا 8 ساعت تمرین میکنه، یعنی 8000 تا کالری سوزونده. حالا من آخر اینو خوردم، چک میکنم ببینم امروز چند تا کالری سوزوندم. بچه ها وعده آخرم تموم شد، خدا رو شکر که این بشر دسر نمیخوره، وگرنه واقعا من جایش غذا خوردن دیگه ندارم. یه اتفاقی که میفته، من بعضی وقتا مثل این ورزشکار زندگی میکنم، اینه که انقدر اینا زیاد غذا میخورن که من یکم تایم خواب خودم به هم میخوره. چون من واقعا باید میمونم که الان ساعت 9 شب شه، یه ذره جا باز بشه که من بتونم این پیتزا رو تموم کنم با پاستایی که خوردم. ولی در کل روز عالی بود، من انرژیم طول روز خیلی خوب بود، برام خیلی جالب بود. یعنی با اینکه این همه کربوهیدرات و غذای چرت و پرت خوردم، ولی وقتی که میدویدم، چون مدت زمان طولانی داشتم میدویدم، خیلی حس خوبی بهم داد. خب بچه‌ها، میزان کالری که من امروز سوزوندم 6100 کالری بود. مایکل فلپس چون خیلی با اینتنسیتی و فشار بیشتری از من تمرین میکنه وقتی تو آبه، چون طبیعتاً خیلی قدرت بیشتری میتونه درست کنه وقتی که داره شنا میکنه، فکر کنم نزدیک 10000 کالری بسوزونه. من فکر میکنم یعنی 8000 تا کالری بسوزونه. میزان غذایی هم که خوردم حدوداً 8000 کالری بود. ولی مایکل فلپس تازگی اومده گفته که این رژیمی که الان داشته
همیشه انجام نده و بعد یه مدت تصمیم گرفته که رژیمش رو عوض کنه و اینکه کالری که مثلا تو اینترنت می‌بینی که میگن 12000 کالری می‌خورده از اونی که میگفته خیلی کمتر بوده. تمرینی که تو باشگاه کردم و اگه خودم دیزاین می‌کردم برای کسی که شناگره یکم متفاوت‌تر انجامش میدادم، ولی مطمئنم مربی خودش هم دقیقاً اون تمرینایی که من امروز انجام دادم و انجام نداده باش و کلیت‌ها رو ما فقط انجام دادیم. باحال بود، کلاً روز باحالی بود. بچه تو اینترو اشتباه کردم، گفتم که مایکل فابس 28 تا مدال طلا داره ولی 23 تا مدال طلا داره و اینکه 28 تا مدال آورده تو المپیک. رونالدو رو فعلا از مایکل فابس و راک خیلی بیشتر دوست دارم. حالا بریم همه رو امتحان میکنیم ببینیم کی بهتره. کیو بریم دفعه بعد به نظرتون؟ تو کامنت ها حتما برام بذارید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی. ترکیدیم. خوب شد قبلش شنا میکنه. بقیقا الان میرفتم به استخر شکم همه میگفتن این کی اومده اینجا. Use your legs. He's just going deeper into the water. و ببینیم که کدوم از همه بهتره از بابت طعم، از بابت میزان کالری، چربی، میگم چربی نخورده اینجوری هم. هر کیو بگید میریم. برو بریم. یکی گفته کیم کاردشیان رو برو. وای فکر کنین همه رو من رکورد گرفته باشم اینا رو ضبط نکردیم باشم.